یک روز پس از اینکه بسته دموکراسی در ترکیه از طرف دولت ارائه شد، بلافاصله سازمان عفو بین‌الملل هم آخرین گزارش تحقیقاتی خودش رو در مورد نقض حقوق بشر در ترکیه منتشر کرد. در این گزارش که در واقع منتشر شده به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ترکیه اشاره میکنه که در جریان ناآرامی‌های چند ماه گذشته در ترکیه اتفاق افتاده. از اون مواردی رو که در این گزارش ما شاهدش بودیم، ضرب و شتم شدید معترضان و بازداشت تعداد زیادی از اونها هستش، زندانی کردن معترضان و در برخی موارد در واقع آزار جنسی بازداشت شدگان زن، استفاده از محرک های شیمیایی در برخورد با معترضان و مواردی از این قبیل. این گزارش تحقیقاتی در واقع حاصل ساعت ها گفتگو کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل با بسیاری از کسانی هستند که در خود ناآرامی های ترکیه حضور داشتند، از بازداشت شدگان، معترضان، از فعالین حقوق بشر، روزنامه نگاران، حقوقدانان و بسیاری کسایی که از نزدیک در بطن جریان بودن. به هر حال خب میدونیم مسئله پارک گزی در ظاهر یک اعتراض مدنی به قطع درختان پارک گزی بود که خب به هر حال پارک گزی برای مردم استانبول یک نماد فرهنگی است و از اهمیت زیادی برخوردار است. اما وقتی به بطن در واقع لایه‌های عمیق‌تری از این اعتراضات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که انبوهی از مطالبات گوناگون از طرف گروه‌های گوناگون در این جریان در واقع مشاهده میشه. خب عفو بین‌الملل هم در واقع داره به پلیس ترکیه و مشخصا به دولت ترکیه اشاره میکنه و هشدار میده که تجمعات مسالمت آمیز حقوق شهروندی مردم ترکیه هستن و باید دولت اینها رو به رسمیت بشناسه و نباید اونقدر دست پلیس باز باشه که بتونه این تجمعات مسالمت آمیز رو با خشونت سرکوب بکنه. در این گزارش اخیر خب سازمان عفو بین‌الملل اشاره میکنه که نزدیک 5000 نفر در این چند هفته بازداشت شدن و نزدیک به 8000 نفر هم زخمی شدن. از اون طرف هم خود دولت ادعا داره که به هر حال معترضین ابتدا شروع کردن و خشونت رو ترویج دادن. دولت میگه که در این ناآرامی ها یک نفر پلیس کشته شده، تعداد 600 نفر از نیروهای پلیس زخمی شده. اما وقتی همونطور که گفتیم به لایه های عمیق‌تر این در واقع اعتراضات نگاه میکنیم، میبینیم که مطالبات گوناگون اهم از مطالبات سندیکایی گرفته تا چپها گرفته تا سکولارها و ملیگراها گرفته و حتی مطالباتی که به صورت مطالبات گروه های دینی و مذهبی مطرح میشه در تمام این طیفها وجود داره. معترضان در واقع شاید در روز اول اعتراض داشتن به قطع درختان پارک گزی، اما با سرکوب شدید پلیس اونطور که در این گزارش هم اشاره شده نهایتاً این تجمعات گسترده شد، به شهرهای دیگه کشیده شد و تقریباً یک شکلی از شبه جنبش رو در ترکیه به وجود آورد که به هر حال برای دولت ترکیه چه در بعد سیاسیش و چه در بعد اقتصادیش هزینه‌های فراوانی رو داشت. معترضان به هر حال در این اعتراضات بارها شاهد بودیم که آقای رجب طیب اردوغان رو دیکتاتور خطاب میکرد و یکی از دلایلی هم که شاید باعث شد که به هر حال این گزارش رو با این شاخصه های نقض حقوق بشر ما الان مشاهده میکنیم، اون صف‌بندی هست که میان دو طرف به وجود اومد. همونطور که به هر حال معترضین آقای رجب طیب اردوغان رو دیکتاتور میخوندن، آقای رجب طیب اردوغان هم به هر حال در مواردی حتی شنیده شد که معترضین رو منتسب میکرد به گروه های تروریستی و به نوعی اونها رو فریب خورده قلمداد میکرد. در نهایت گزارش عفو بین‌الملل این هشدار رو به دولت ترکیه میده که حق تجمعات مسالمت آمیز رو به رسمیت بشناسه، اجازه نده که پلیس از نیروی خشونت آمیز در برخورد با این تجمعات استفاده بکنه و در واقع این موضوع رو به دولت ترکیه تفهیم میکنه که هر شهروند ترک این حق رو داره که به صورت مسالمت آمیز تجمع بکنه و اعتراض بکنه. و در پایان این گزارش هم سازمان عفو بین‌الملل از همه کشورهایی که تجهیزات نظامی رو در اختیار پلیس ترکیه قرار میدن، اما از مواد شیمیایی یا سلاح‌های بازدارنده،
از اونا خواسته که این در واقع صادرات این تجهیزات رو به حالت تعلیق در بیاره، ضمن اینکه همینطور خواستار این شده که یک کمیسیون ویژه‌ای تشکیل بشه که این موارد نقض حقوق بشری که در گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل از اونها نام برده میشه، این موارد رو بررسی بکنه.